از هر 200 نفر در دنیای امروزی یک نفر مستقیما از نوادگان چنگیز خانه. به درخواست چنگیز خان هیچ کس محل دفن او را فاش نکرد و هیچ یک از دفن کنندگان او زنده نماندند. کشتار کاروان تاجران مغول توسط یکی از فرمانداران خوارزمشاهیان باعث شد چنگیز با 200 هزار سرباز به ایران حمله ور شد. چنگیز خان مردی را که در میدان نبرد به گردنش تیر زده بود را نه تنها بخشید بلکه به یکی از بهترین و معتمدترین ژنرال‌هایش تبدیل کرد. چنگیز سیاستمدار بسیار قابلی بود و از دخترانش حاکمان بسیار توانمندی ساخت. اغلب اوقات ارتش او کوچکتر بود ولی با استفاده از تکنیک‌های هوشمندانه‌ای که داشت دشمن را به شکست مجبور می‌کرد. چنگیز خان یکی از اولین موارد جنگ بیولوژیکی را به نام خودش ثبت کرده. چنگیز خان مسیر رودخانه را تغییر می‌داد و بدین ترتیب مسیر آب را برای قلمروهایی که می‌خواست به آنها حمله کنه را می‌بست.